هر برد مساویه با دزدیدن بازیکن حریف. امروز یه ترکیب ضعیف چیدیم از 11 تا بازیکن ایران. پس با این تیم هر بردی که به دست بیاریم 2 تا بازیکن و هر مساویه‌ای که به دست بیاریم 1 بازیکن از تیم حریف می‌دزدیم. اما اگه شانسمون بد باشه و بازیو ببازیم، هیچ بازیکنی رو نمی‌تونیم بدزدیم و باید توی 10 تا بازی کل تیممون رو از بازیکن دزدی پر کنیم. حریف اول دیویژن 2 فریپ هالاست. این از ترکیب ما، ترکیب حریف. کدومو کدومو بدزدم ازت که همه بازیکن رو تقریبا دارم. ببین من از این ترکیب اگه هافبک در بیاد 100% میسیو میدزدم. با نماینده خال آبادی شروع میشه. همین اول کار میخوام 2 تا رو از تیم حریف بدزدم. شما ریاضه چرا گرفته تاره میشه؟ کامل عقب پیشتی میرم واسه ارسال کردن. رامی رضایی حواسش نیست در میاره به ایران بند. بی شرف حجیبه قرآن زد اونجا ما رو. آزمون بیا، آزمون تو رو خدا برو آزمون. وای وای پاس اشتباه اونجا مهدی طارمی. مهدی بزن بارکلا بارکلا. یک بر یک دقیقه چه دویه که بازی فوش سردار آزمون توب میرسه اونجا باش خوشبختانه. تیر دوم داره طارمی رو ارسال. طارمی بیرون. دوتا بازیکن از توی پلرسک بدازن. دوتا بازیکن برای اینکه به تیم مجون مضاعفی ببخشیم 4 تا از بازیکن رو تعویض کردیم. ووش 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 دمت گرم به ایران مدبت گرم. ووش ووش شانس آوردیم یا حضرت عباس و تمام بازی رو مساوی میکنیم و نمیبازی. پس از اون بازی یک امتیاز به دست میاریم و باید یکی از بازیکن‌های حریف رو بدوست. پس باید گردون رو بچرخونیم و گردون رو به اینکه کدوم یکی از بازیکن‌هاشون رو بردیم. پس ببین هافبک بسم الله الرحمن الرحیم مسی بیاد تو. پس مسی به عنوان اولین بازیکن دزدی وارد ترکیب شد. حالا با مسی که از بازی اول گرفتیم به سمت بازی دوم میرویم. و اما حریف دوم آی دونت کار و اما در که برای کدومو بدوزدن مهاجمش در بیاد ندارم اصلا بردار مهاجمشو. ولی بهترین گزینه اینجا ریبری و ویرا. نه آنجلو نه آنجلو بوش بوش وای باری کلا نفام. برو 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 بده اینجا طارمی بزن اونجا از اون توی دروازه. دقیقه 15 فول اپیک تیم حریف. خیلی بعد جا واسطادی متاسفانه یه شوت میتونه کارمون رو تموم کنه. دروازه خالیه. مثل بولم نمیتی طارمی هده اول رو نمیتونه بزنه متاسفانه. ارسال میشه دوباره به اون سمتی اون مسی هست. شوتشو میتونه بزنه مسی. شوت ها میزنه توی دروازه گل دوم. دوتا رو باید ازت بدوزم. بولم میکنه اونجا لیونل مسی حرکت میکنه اونجا پاس لیونل مسی. لیونل مسی میره واسه تک به تک شدن. مسی 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 چی سم طارمی باید حرکت کنه. اونجا مهدی طارمی پاس تو مهدی طارمی بدون اینکه اونجا بزن شوت وو در میاره. پاس اشتباه اونجا مهدی طارمی میتونه بره گلو بزنه. مهدی طارمی گلو میزنه سوم گل. گفتم اشتباه میکنه به خدا. 3 برای جلو میافتی بس کل تیمش میگه یارو. لیونل مسی به سمت این بر میرسونه. حالا اونجا طارمی بدون اینکه آفساید باشه حرکت میکنه. طارمی میرسونه به سردار آزمون. آزمون تیر دوم و چهارمی. فکرشو دیگه نمیکردی از تیم ملی ایران چهار تو. به خدا من جای تو بودم لفی نادم. الان یکی میاد میگه این سطح آسون بود بیلینر بود. داداش بازی آنلاین دیویژن 3 نه این حرفو میزنی خودت بعد خندت بگیره. ضربه بسیار بلند سردار آزمون اونجا حرکت میکنه. مسی تو برای گرفته سردار آزمون را میندازه اونجا. اشتباهات در دفاع زیاد هست. 5 تایی شد یارو. باورم نمیشه. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین حتما ویدیو رو لایک کنین و اگه جدید هستین حتما سابسکرایب کنین. لیونل مسی میرسونه به اون سمت. رفتیم واسه گل بعدی. ارسال آزمون هدو میزنه. نه شوت 6 تایی و تمام. مدرش مهدی داره این بازی رو 5 برش میبریم و 3 امتیاز به دست میاریم. یارو نرم چرخ کنیم بهول قوه الهی مهاجم در نیاد چون یه دونه دفاع. ببینم دفاع کیا رو داره. دفاع بکنباور رو مالدینی رو داره. ما هیچ کدوم اینا رو نداریم. وسطی رو ولی داریم. حسیلا به عنوان دفاع آخر قرار ترکیب شد. میچرخونیم گردن رو به اونی که دروازه‌بان در هافبک هم خوبه هافبک حالی کیو بعد بدوزم ها هافبک هافبک کیان. ریبری داره گولیتس داره دیوید بکام هم میتونیم بگیریم. ویرا هم میتونیم. ما از اونجایی که دفاع ما خیلی ضعیف بود ترجیح دادیم ویرا رو میگیرم. پس ویرا به جای روزبه چشمی وارد ترکیب شد. حالا با ویرا و سیلوا به سمت بازی سوم میرم. و اما حریف سوم دیویژن 3 کانتیننت. و اما ترکیب حریف از مهاجماش امباپه رو میتونیم بگیریم. نیمار رو میتونیم بگیریم. هافبکاش هم گزینه زیاد داریم. دفاع هم گزینه 2 تا داریم. ولی من نیمار میخوام.
پاتریک ویرا توپ گیری میکنه اونجا، واسه نیمه مهدی طارمی، مهدی طارمی میرسه اونجا، بازی رو به سمت جلوتر میرسونیم. حالا اونجا کیه اون؟ طارمی آزمون، مسی توی دروازه. دقیقه 7، دقیقه 7 میونه مسی اولین گل میزنه. یکی سرچ کنه سرچ بگی. یکی سرچ. اورنوت. پاتریک ویرا اونجا اضافه میشه واسه اضافه کردن پاتریک ویرا. میگ بابا خطا نیست به خدا. بر اون پدرش. پاتریک ویرا، لیونل مسی، بازی رو باز میکنه به سمت اونور. حالا اونجا آزمون تو بهشته میرسه، مسی باید بگیره اونجا تو برو، مسی تو برو بگیره، شوت توی دروازه. من به دوباره این پاتریک ویرا با جلو رو بپوشونه، جلو خیلی وضعیت افتضاحه، نباید ارسال بشه، تیر رو وام وسط خالیه، ارسال میزنن توپ در میاد، چی داره میشه اونجا گلو میخوریم. واو تارمی بده آزمون، تارمی آزمون، تارمی آزمون، آزمون آزمون آزمون، همون تیر یک باری کلا، سه بعد یک زوبر داره چم راست گل میخوره. مجید بگیری شما، مجید لیونل مسی چقدر از این حرفا است. لیونل مسی خودش حرکت میکنه اونجا، مسی شوت تو بعد دفع میشه اونجا، میرسونه به جلوتر رونالدو شوتش. وای 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 وای، نخور 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 بابا، چه گلی خوردی. سردار آزمون پاسشو میده، حالا اونجا تک به تک آزمون، تک به تک آزمون، تک به تک آزمون، تک به تک آزمون میزنه گل رو. دو تا کارتو باید ازت بدزدم. بزن سوتو، بزن سوتو، بزن سوتو، بزن بارکلا. روز ها بازی کنه ازش میدازم. با درخشش لیونل مسی این بازی رو 4 برسته میبریم و 3 امتیاز به دست میاریم. حالا وقتشی که از این ترکیب قشنگ دو تا بازی کن بدازم. میچرخونم ببینم که اولین بازی کن از کدوم پستت بردارم. هافبک دیبروینه رو داره، رودی رو داره، هافبک دفاعی که نمیخوام دیبروینه رو انتخاب میکنم. پس دیبروینه به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شو. ببین الان دیگه تو تیمش مهاجم، مهاجم بده بریم. وای وای بچرخونم مهاجم بده، مهاجم. از اونجایی که هافبک گزینه دیگه یو نمیتونستیم انتخاب کنیم، رافائلیا به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. با 3 تا بازی 5 تا بازیکن جمع کرد. حالا با دیبروینه و رافائلیا به سمت بازی 4 میروی و حریف 4 بلژیک. این از ترکیب ما، ترکیب حریف. خاک تو اون سرت با اون ترکیبت بابا، اومدیم یک کم بازیکنات برداریم همه ریدن. ببین هافبک هم که حامل پر شد، اصلا دیگه نمیتونیم هافبک برداریم. مهاجماش خوبه، دفاعش هم خوبه، دروازه‌بانش به درد نمیخوره. اوه شت شت شت، بد داری قول نمی کنیم. برو جلو، برو جلو آزمون، آزمون برو جلو. دیبرون چرا اونجا نوشته پراید آف ایران؟ من نمیدونم اون کلمه پراید یعنی چی. رافائلیا، رافائلیا پاسشو میده بابا، پاسشو درست بده پدر از اونجا که لیاو واقعا داشت کارمون رو خراب میکرد، ترجیح میدم که جای مسی و لیاو با هم دیگه عوض شه، مسی بره سمت راست. رافائلیا جاش مثل اینکه تغییر کرده داره بهتر بازی میکنه، لیاو به سمت راست. چقدر ردی خاکتون سرت کنن، فقط این بازی ما مساوی رو نگیریم پدر تو رو من در میارم. سردار آزمون حرکت میکنه اونجا، مهدی طارمی هم راه میندازه، مهدی طارمی شوتشو میزنه، شوتشو میزنه تیر. وای لیاو، وای لیاو، فقط این بازی تموم شد لیاو. متاسفانه با ریدن لیاو این بازی رو یک بار هیچ می‌بازیم، پس هیچ کدوم از بازیکن‌های تیم حریفو نمیتونیم بدازیم و کارمون تو چالش سخت‌تر میشه. پس با دستای خالی به سمت بازی پنجم میرم و ما حریف بعدی دیویژن 3 UCL و ما در که برای ببینم کیا رو میتونیم بدازیم. اوه دروازه‌بانو که نمیتونیم بدازیم، هافبک هم که اصلا نمیتونیم بدازیم، نوک رونالدو رو میتونیم برداریم. واو تو دفاعش هم کسی اون ندارم مگر اینکه واسکزو بخرم. دیبروینه تک به تک، تک به تک دیبروینه با دروازه بان، دیبروینه تک به تک میشه اونجا، دیبروینه شوتش در میاره اونجا، بدر تک سلکت کن. اوه شت 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 شت، ارسال چه دو خوب. آزمون برو، آزمون آزمون آزمون، شوت آزمون تک دست در میاره. رافائلیا با وسط میزنه اونجا، رافائلیا و لیونل مسی میزنه اونجا، شوت شوت توی دروازه است که مساوی رو میگیره. درود به شرفت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. بزن 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 بولو کن و کامبک دقیقه 88. لیاو عزیزم گفتم چقدر دوست دارم، چقدر من درود فرستادم به تو. بخب بابا و تمام، بازی پنجم رو 2-1 میبریم با کامبکی که زدیم و درخشش لیاو، از این بازی 3 امتیاز به دست میاریم. پس حالا باید از این ترکیب دو تا بازیکن بدوستیم. اگه مهاجم در بیاد رونالدو رو گرفتیم، بچرخون به اون که مهاجم در بیاد یا اول فاز دفاع لوکاس واسکز رو بعد بگیر. پس واسکز به جای رامین رضایان اومد تو ترکیب. وای تو رو خدا این بار دیگه رونالدو رو بده. تو بابا بار کلا مهاجمو میگیره، رونالدو میاد تو تیم. بنابر این رونالدو به جای تارمی وارد ترکیب شد. حالا با واسکز و کریستیانو رونالدو به سمت بازی ششم میرویم و معرفی ششم دیویژن 3 تلگرام ای. و ما ترکیب حریف کدوم رو بدوزم دست، کدوم رو بدوزم دست. ببین از دفاعش که عالی زیاد داریم، دروازه‌بانش هم میتونیم بیاریم، هافبک نمیتونیم بیاریم، مهاجم سلاح بودن بند باسته نداریم، سلاح داریم. میمر 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 بابا بگیر تو رو مردم اینور. لوکاس واسکز میره واسه ارسال کردن روی سر رونالدو، نه آزمونه اونجا، گل نمیشه، ضربش بده بیرون، بده برو کلو. چه بازکاری، چه بازکاری، یک بر یک بازی میشه مساوی. سردار آزمون لیا او هم داره توی دفاع
اضافه میشه واسه کمک کردن به تیم. نیمار رو وسط میزنه اونجا، نیمار جونیور سرعت بالایی داره، این بازیکن به وسط. متأسفانه این بازی رو دوباره که مسابقه میکنیم از اونجایی که باختیم هیچ شانسی واسه جلو زدن بازیکن حریف نداره. پس به این دلیل کنم اون سخت میشه و به سمت بازی هفتم میرم و معرفی هفتم دیویژن 3 احمد زوبیداک و اما ترکیب حریف مهاجم میفته. باید پدریو بیاریم، هافک نداریم، از دفاعشون دفاع زیاد داریم، دروازه‌بان هم داریم عالیه. ضربه بلند کی میکشه رو سر مسی؟ بعد من میگم بیرانوند فرقی نمیکنه با کاسیاس، شما میگی نه فرق میکنه. من میگم نه فرق نمیکنه آقا، فرق نمیکنه. اوه شیت، خطری بلند شو، تیر نخوردی که زبان دوگون 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 بره کلا بره کلا، یک بر یک نمیبازه این تیم. وای تیر دروازه سگ تو شانست، یعنی میخوام دیاو رو دقیقا بذارم بغل این، همه رو دفع کن، همه رو اصلا دفع مشکلی نداریم، همه رو دفع کن به کاری که زده مسی. مسی بزن، مسی شوتش کن، مسی شوت، تیر دروازه باز دوباره سگ تو روح ترش دیگه. وای این بازی رو مساوی کردیم، چرا بازی هفته رو مساوی میکنیم و فقط ازش یک امتیاز به دست میاریم؟ حظ، باید یکی از این بازیکنان که توی تنظیم مینو بیاریم تو ترکیب. پس گردن همین چه روی بمونه اینکه دپا در بیاد. وای دروازه‌بانش چی بود؟ دروازه‌بانش ترشتگن بود؟ بله دروازه‌بان ترشتگن. پس ترشتگن بجای علیرضا بیرانوند وارد ترکیب شو. حالا با ترشتگن به سمت بازی هشتم میرم و اما حریف هشتم اف سی بارسا و اما ترکیب حریف ایوا دروازه‌بان هافکو نمیتونیم بیاریم، ولی توی خط دفاع مهاجماشو همه رو دارم. بیا با هم دیگه توافق کنیم اگر به این تیم من 3 تا گل زدم یا بیشتر 3 تا بازیکن ازش میارم. قبول؟ نه قبول کن، خدایا قبول کن. هر چی میگم فقط میگی شش. وای بابا برکلا برکلا، همینه همینه در مورد بانا خوب بزن. گم شو بی پدر و مادر، گم شو لیا اول دیا این صدا جلو باشم پدر رو در میارم. علی رونالدو یوالی بزن این ستا بشه ما بگیریم ستا بازی کنیم. تو پیری خوب پاسو میرسونیم اونجا به لیونل مسی، مسی به جلوتر کریستیانو رونالدو، رونالدو تیر دو باب میزنیم دو تا گل، دو تا گل، یه دونه دیگه بزنم خدا شاهد ستا، خدا شاهد ستا بشه گل دادیم دیگه. گفتیم ستا بازی کنیم میتونیم بیاریم. کریستیانو رونالدو حرکت میکنه، رفتیم واسه گل سوم. گل سوم بابا ولم کن، بابا ولم کنین، خسته شدم دیگه، من حال ادامه دادن ندارم. بازی هشتم هم دو برای هیچ میبریم، بنابراین دو تا بازیکن دیگه میان تو ترکیب. دفاع مهاجم کدوم میدی؟ مهاجم کی بود؟ مهاجمات ببینم تیمو، امباپه بیاد تو، نه 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 نیمار بیاد. پس نیمار وارد ترکیب شو، اینم از دفاع رودیگر. یه دونه زکی پور ببین، من تلاشم رو کردم، میدونم که شما هم رعوف هستین، اون یه دونه رو میبخشین، دو تا بازی دیگه مونده من میتونستم اونو در بیارم، چالش موفقیت آمیز بود. آیا دیگه میدونم که شما میبخشین، واقعا آشی خسته شده، واقعا خسته شدم بعد این چند مدت نبودن چنلم، به زور خودم رو نگرداشم، دمتونم گر. اون یه دونه رو دیگه من دو هیچ شد بازی دیگه، دو هیچ شد، اون یه دونه گل رو میبخشین، دمتون گرم. ممنون که تا آخر ویدیو رو کردین، اگه حال کردین حتما این دو تا ویدیو هم ببینین تاج سرین. عذر میخوام ازتون.